بیدام محور خوش آمدید. انفجار روز جمعه در ورزشگاه کرکت در کابل با واکنش‌های درونی و بیرونی روبرو شده است. روز جمعه انفجار در میان تماشاگران بازی کرکت در ورزشگاه کابل رخ داد. حامد کرزی، عبدالله عبدالله و نمایندگی سازمان ملل در کابل این حمله را نگاهش کردند. از سوی همدبیرکل سازمان ملل با نگاهش این حمله میگوید که 19 تن در این رویداد جان باختند و شمار دیگر زخم برداشتند. در همین حال فرماندهی امنیتی کابل جان باختن 2 تن و زخمی شدن شمار دیگر را در این رویداد تایید کرده است. دیروز در جریان مسابقات لیگ اشپگیزه دقیقاً در او ساحه میان هواداران و تماشاچیان انفجار رخ داد، اما یک روز پس از انفجار مسئولان کرکت بورد افغانستان به خاطر کمرنگ بودن تماشاچیان این لیگ تکت های این لیگ رایگان ساختند. اشپگیزه تر اخیره پر دوی تا ټول ټکټونه فریدی چې هر څوک راځي دلته امنیت نور هم ټینګ کړای دی. سکینری لگاولی دی څلور پنځه ځای یو کس چې راځي تلاشی کیږي او موټر کا دلته راځي اول امام موټر بیا نور ملمانه ټول تلاشی نه ورسته د داخلو دو اجازه ورکو. ان شاء الله داسې کومه خالیګان نه ده پاتې چې بیا څوک داسې مشکل جوړ کی. انفجار روز جمعه در این ورزشگاه با واکنش های درونی و بیرونی روبرو شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین نیز این انفجار را نکوهش کردند. من این انفجار را به شدت محکوم می کنم و این کار عمل تروریستی و جنایت ضد بشری است. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در واکنش به این حمله می گوید که خشونت پاسخ برای مردم افغانستان نیست. رامز الاکبروف معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز این حمله را وحشیانه می‌داند. حمله به مردم به ویژه ماکن ورزشی ممنوع است و ما خواستار تحقیقات شفاف و کامل در این باره هستیم. عاملان این انفجار باید بازداشت و محاکمه شوند. دولت امارت اسلامی افغانستان باید در برابر تمام گروه‌های تروریستی مبارزه یکسان پیش ببرند. اما آنتونی گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در تویت با محکوم کردن این حمله می گوید که در انفجار روز جمعه در کابل 19 تن جان باختند. حمله بر افراد و تاسیسات ملکی به شدت در قوانین جهانی ممنوع می باشد. یو لسیبم انفجار وکړ چې په تصوب سره باید وایم چې له عمله زمونږ ځینې هیوادوال زخمیان همداشان دوه هیوادوال شهیدان شول. شفاخانه میرجنسی در کابل گفته است که از انفجار روز جمعه 13 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. وزیر خارجه پاکستان میگوید که در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی به ویژه آغاز کار پروژه‌های تاپی، کاسا 1000 و تاپ با افغانستان همکاری می‌کند. از سوی همسرپرست وزیر امور خارجه حکومت سرپرست در دیدار با رئیس اداره امور ازبکستان گفته است که تسهیلات بیشتر را در ترانزیت و زراعت فراهم خواهند ساخت. در این دیدار ازبکستان تعهد کرده است که در آغاز همین هفته کارهای سروی راه آهن ترانس افغانستان در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند، وزیر خارجه پاکستان در دیدارش با امیرخان متقی خواهان همکاری های بیشتر بازرگانی و اقتصادی شده است. وزیر خارجه پاکستان بر تعهدات کشورش در خصوص روابط منطقوی و پروژه های تاسیسات عامه از جمله پروژه تاپی، کاسا 1000 و تاپ تاکید کرده و افزوده پاکستان برای پشتیبانی از تعاملات دو جانبه با افغانستان و تسهیل کمک های بشردوستانه بین المللی گام هایی را برداشته است. از جانب اقتصادی باعث ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد، تولید انرژی و همچنان زمینه سازی می شود به خاطر سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ خارجی. وزارت خارجه کشور در خبرنامه گفته است که سرپرست این وزارت با رئیس اداره امور ازبکستان در تاشکند دیدار و درباره ترانزیت و زراعت میان افغانستان و ازبکستان و همچنان درباره راه آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. چې د کانفرنس په جریان کې خپله د ازبکستان له خوا کومه بیانه ورکول شوه، هغه هم دغه پروژې ته اشاره وکړه، همدا پروژه یاده کړه ترانس افغانستان یا کاسا. همدارنګه کله چې د چین نماینده هلته خپله بیانیه ورکوله، خبرې کولې، د چین نماینده مو دغه پروژې ته اشاره وکړه. زیاترین مشکلات ماده ترانزیت است کې قیمت ترانزیت بسیار بلند استن و انتقالات کې صورت میگیره قیمت تمام میشه، تخلیه او بارګیری وینې مسایل که در این رابطه باید همکاری شود.
اما آیا این نشست ها تأثیر به اوضاع فعلی افغانستان دارد؟ زمانی می تواند این نشست ها مؤثر و اثرگذار باشد که افغانستان از داخل متحول شود و تغییر کند. مسئله تحریم ها و فشارهای جهان وجود دارد که مبنی بر عدم رسمیت شناختن حکومت افغانستان. نشست های اخیر در مورد افغانستان می تواند توجه جهان را در وارد شدن در تعاملات سیاسی و اقتصادی با این کشور جلب بکند. در یک هفته پسین تاشکند میزبان نشست های درباره افغانستان با حضور 20 کشور و سازمان جهانی بوده است. برای بحث بیشتر روی این موضوع سید عظیمی فقیر استاد دانشگاه و همچنان دکتر جاوید سنگدل آگاه سیاسی را روی خط اسکایپ در برنامه با خود داریم. آقای سلام بر شما و به بحث خوش آمدید. بحث با شما آقای سنگدل آغاز میکنم. وزارت خارجه در یک اعلامیه گفته که در دیداری که با رئیس اداره امور ازبکستان داشته گفته در برای روابط جانبه همکاری ها و همچنان در بخش های ترانزیت و زراعت با افغانستان گفتگو کردن. ولی پرسش اینجاست در بخش زراعت و ترانزیت کاری که ازبکستان می تواند در شرایط کنونی به افغانستان انجام بدهد چه است؟ خب سلام بر شما و بیننده های محترم شما و دوستی که در بحث هستند. خب مرمدار تمام همسایه های افغانستان یک رول بسیار اساسی به خاطر مسائل ترانزیت افغانستان میتونه بازی کنند و از جمله مسائل زراعت. اگر ما شما تحلیل بکنیم همه کشورها بیشتر از افغانستان در مسائل زراعت از نقطه نظر تکنولوژی و تجربه دیگر تنا برخوردار هستند که میتونه افغانستان را کمک بکنند، چون در سالهای اخیر که تکنولوژی رشد کرد و در مسائل عرصه های مختلف و از جمله زراعت افغانستان یا مشغول جنگ بود یا در پالیسی استراتژی کلان دولت های گذشته نبود که در عرصه ها بتانن رشد و یا کار را انجام بتن. به هر حالت هر کشوری که در منطقه باشد که بتانن در مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی با افغانستان همکاری بکنند نه تنها که به نفع افغانستان است، بلکه میتانن همچنان برای نفع ثبات منطقه و این کشورهای همسایه باشد. و اکثریت کشورهای همسایه که اوقات تأثیری فوق العاده در ژئوپلیتیک منطقه و جهان ندارند هم در گذشته با افغانستان نزدیک بودند و حال هم نزدیک هستند. کشورهایی که میتونن رول بسیار اساسی را بازی بکنند و بتونن یک نقش برازنده در مسائل اقتصادی و سیاسی افغانستان بازی بکنند تانوس عملکرد نشان ندادند، از جمله ایران است، خود پاکستان است، چین است. این کشورها تا حال عملکردهای بسیار برازنده را مد نظر نگرفتند. همسایه‌های دیگر بعضی کارها را که انجام میتونند میتونند موثر باشد، اما قدر نمیتونند که تاثیرات فوق العاده در مسائل اقتصادی یا زراعت افغانستان داشته باشد. ولی آنچه که در گفتگوها مطرح میشه یا واقعا با توجه به جو سیاسی حاکم بر روابط افغانستان در حاکمیت امارت اسلامی با جهان میتواند عملی باشد یا نه؟ خب اکثریت کشورهای منطقه پیش از اینکه روابط با دولت تا دولت را تحلیل بکنند روابط با همسایه با همسایه را تحلیل میکنند. اگر عملکردهای بعضی کشورهای همسایه ما را شما تحلیل ورجه بکنین در نخست نگرانی همسایگی هستند و را میخواهند که منش یک همسایه خوب باشه بعضی هایشان و اینکه روابط با دولت و دولت تا نوز اقدر روشن نبودن نشست ها بوده و حتی میتونه در آینده های متاسف مدت بعضی قراردادها و یا کمیسیون‌ها اگر بین طالب‌ها و یا این کشورها امضا شد نقطه نظر حقوقی میتونم زیر سوال به حساب باشه یا تحلیل حقوقی کرد و به دلیل اینکه دوبال حکومت را یا طالب‌ها را کسی به رسمیت نشناختن و هر کشوری که این عملکردهای کلانتر انجام بدهد میتونه خطر را بگیره و مو دلیل است که اکثریت کشورها بعضی قراردادها و بعضی همکاری‌های کلان یا بزرگ یا متوسط امضا نکردن در گفتگو هستند، تلاش میکنند که کشورهای اول قدرت دنیا و منطقه در ارتباط طالبان و مردم افغانستان چی تصمیم بگیرند. بعدا خواهد این کشورها همچنان گامهایی را گرفتند که انتظار این کشورهای اول قدرت دنیا را دارند. اگر یک پرسش کلی بپرسم آقای سنگدل، در نشست تاشکند که به تعقیب آن نشست شانگهای همچنان برگزار شد در تاشکند، امارت اسلامی چیز ملموس را که به دست آورد چه بود؟ خب ببینید تمام نشست های خارج از افغانستان نشست های سیاسی است و تمام کشورهای منطقه و جهان تلاش میکنند که اول خود را در سیاست های افغانستان پیدا بکنند. تا زمانی که ما از داخل یک ابتکار و خلاقیت سیاسی را به وجود نبریم و تمام اختلافاتی که در داخل 50 سال است که به سر یکدیگر میزنیم حل نکنیم، تمام این نشست ها که صورت میگیرد چی در تاشکند چی در شانگهای در هر جایی که باشد
نمیتوند موثر برای ساختن نظام افغانستان باشه. مشکل اساسی اوان و بسیار برجسته افغانستان مسائل داخلی خود افغانستان است، تعریف نظام است، همکاری دیگر اقوام است، همکاری سیاسیون است و یک نظامی که جایگاه آینده افغانستان باشد. اگر در این عرصه طالبان موفق شوند، بعدا میتونه که بالا این نشست ها صحبت شد و به دلیل دیگر باید ما در نشست های خارج از کشور حتی امیدوار نباشه، به خاطر که همیشه کشورهای که در بیرون برای کشورهای تصمیم میگیرن برای کشورهای ضعیف میگیرن. وقتی که ما میشنیم که در تاشکند یا در مثلا عربستان سعودی یا در قطر راجع به افغانستان جلسه گرفتن، به این معنی است که ما کلان ضعف داریم، مشکل داریم در کشور. این کشورها میان به خاطر آینده فرزندان ما و خاطر ملت ما برای ما پیشنهاد میکنن، تصمیم میگیرن یا صحبت میکنن. برای اینکه این ضعف به قوت تبدیل شود و ما اجازه برای کشورهای دیگر ندیم که خارج از کشور ما برای مسائل ما تصمیم و جلسه بگیرن، باید یک اصلاحات در داخل به وجود بیاریم و خود ما عملکردهای مثبت انجام بدیم که تا مداخله این کشورها را ممنون. کم بکنیم و تا خود ما برای آینده سیاسی خود تصمیم بگیریم. ممنون. آقای فقیری، صدای مرا با خود دارید؟ بله صدات آن دارم. سلام بر شما، همچنان به برنامه خوش آمدید. اکنون سطح رابطه امارت اسلامی با طرف ازبکستانی در چه حد است؟ صدا شما قطع وصل شد، بسیار ببخشید. اکنون رابطه امارت اسلامی با طرف ازبکستانی در چه سطح است؟ با عرض سلام خدمت شما، مهمان گرامی و بینندگان محترم شما. خب روابط افغانستان در کل با ازبکستان، ما متوجه شدیم که حتی تا دو دهه اخیر یک نوع تحولات به خود گرفته بود، به طرف مثبت روان بود و بسیار از پروژه ها در زمان دولت آقای غنی حتی قبل از او روشان بس صورت گرفته بود. فعلا بسیار کار خوب است که یک بار دیگه هم از جانب امارت اسلامی افغانستان و هم از جانب ازبکستان به ادامه او گفتگوها، او پروژه های زیربنایی که چندین دهه میتونیم بگیم که رو از او در داخل افغانستان، در خارج افغانستان، کشورهای همسایه فکر کردن و منافع دو جانبه را مورد بحث قرار داده بودند، رو از اون بحث میشه. خب بدون شک ازبکستان از بحر هند، از کشورهای آسیای جنوبی تنها مسیر کدار افغانستان است. یک موضوع. دوم از اینکه ازبکستان ما و شما میبینیم که کشور توانمند است در آسیای میانه، کشور است که چندین بار در چندین برهه سیاسی تانست که توجه جهانیان را به خود جلب کنه. مسئله بسیار مهم سوم ای بود که ما امی اختلافات شدید در قره‌قزاق‌های ازبکستان در چند وقت قبل ما مشاهده کردیم، دیدیم که مشکلات وجود داره در این کشور که میتونه بر اثبات سیاسی این کشور یک نوع دامن بزنه. خب نکات دیگه هم هست که ازبکستان یک سلسله مشکلات امکان داره با کشورهای همسایه دیگه خود داشته باشه که مورد بحث ما و شما نیست و حسن نیت همکاری با افغانستان یک ولی آقای فقیری، یک پرسشی که اینجا مطرح میشه این است که تا حال چندین نشست برگزار شده در کشورهای همسایه و دور نزدیک افغانستان، ولی آنچه را که این نشست ها برای افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی داده چه بوده؟ برای امارت اسلامی نیاز بود که برای جهانی ها خودشان را از یک جهت دیگه معرفی کنند، یک نوع کوشش کنند که اراده مردم افغانستان را تمثیل کنند در به حساب پلتفرم گفتگوهای بین المللی، چون که دیدگاه هایی که در جهان تیزی دو دهه ایجاد شده بود از طالبان خب کم متفاوت تر بود و ذهنیت سازی آهسته آهسته جلب توجه کشورهای همسایه که امارت اسلامی هیچ نوع تهدید به کشورها نه تنها نیست بلکه دست همکاری را حاضر است با این کشورها در به حساب قول همکاری بدن. میمانم مسائلی که امروز گفته اصطلاح این پلتفرمر به زیر پای امارت اسلامی یک کمی ضعیفتر ساخته، این مشکلات درونی افغانستان است که بدبختانه تا حال به اون شکل که باید حل میشد به نظر شخصی من هنوز حل نشده و نیاز است که امارت اسلامی در هر دو عرصه، هم در عرصه سیاست داخلی هم در عرصه سیاست خارجی، بسیار پیوسته گام بگذارند، گام های بسیار پخته بگذارند. او زمان بدون شک او سوال هایی که در ذهن پارتنرهای خارجی افغانستان برای هم کوتاه مدت هم دور مدت پیدا میشه، این سوال ها رفع میشه، این مشکلات رفع میشه،
اعتماد بیشتر میشه. به طور مثال همین راه آهن ترمیز پیشاور تقریبا 5 میلیارد دلار سرمایه کار داره. در جهان امروزی 5 میلیارد دلار در یک کشور که از لحاظ سیاسی یک سلسله مشکلات داشته باشه، اوضاع امنیتی متزلزل باشه، فکر نکنم که اقدام کنند. بله آقای فقیری، روی هر پروژه خطا هم بیاییم، اما در این نشست هایی که برگزار شده، در برخی از نشست ها نماینده از امارت اسلامی بوده و در برخی از نشست ها هم نه، اما برای امارت اسلامی که اکنون در افغانستان حکومت میکند، حالا بر اسمش اگر شناخته شده و یا هم نه، چی مهم است؟ تنها برگزاری این نشست هایی که حضور پیدا بکند و خواستای تکرار مکرر اونجا مطرح بسازد و یا هم نه، حداقل نتیجه این نشست ها هم مهم است و از طرف دیگر جامعه جهانی و کشورهای همسایه همچنان خواستای مکرر خود را دارند. به خاطر که به یک نتیجه کامل برسند، به یک نتیجه نهایی امارت اسلامی برسد و اقدامات خود در سیاست خارجی خود یک نوع بتونم بگیم که تکمیل کنند، این نشست ها بدون شک ضرور است. خب تنها در این نشست های مستقیم رو در رو در چنین میدان های وسیع سیاسی میتوان برداشت کرد که ما به کدام سمت و سو باید گام بگذاریم. خب این خواسته هایی که کشورهای بیرونی از افغانستان دارند، امکان دارد تعداد از این خواسته ها خب برابر نباشه با پالیسی های داخلی افغانستان، اما اکثر از یا بدون شک یک نوع توجه امارت اسلامی را جلب میکنه که افغانستان باید یک کشور جهان شمول شه. امارات اسلامی باید یک سیاست یک دولت جهان شمول شند، یک نوع اعتماد سرتاسری باید هم از درون افغانستان هم از بیرون افغانستان ایجاد شود و این به فکر من زمینه را مساعد میتونه بسازه برای گام های بعدی. خب گام های را امکان داره امارات اسلامی در عرصه خب یک حکومت سرتاسری که تمام مردم افغانستان در او، تمام گروه های سیاسی در او نقش داشته باشند، خب از به حساب یک حکومت تک قومی تک گروهی میتونیم بگیم نباشه، که مردم افغانستان در واقع امکان داره هم همین لحظه رنج میده و هم یک نوع اعتبار امارت اسلامی رو کم کرده. اما امارت اسلامی میتونه با همین اقتدار که امروز داره این زمینه رو مساعد بسازه. میدان سیاست ممنون، برمیگردم به شما. با شما برمیگردم آقای فقیری. آقای سنگدل، در گفتگوی با رئیس اداره امور ازبکستان، سرپرست وزیر خارجه روی همچنان خط آهن که از ترمز به بلخ و از بلخ به کابل، از کابل به پیشاور میرود همچنان صحبت کردند. گفتند در هفته جاری ممکن است که سروی در خاک افغانستان آغاز شود، ولی پرسش اینجاست که به سرهای عملی این پروژه فراهم است یا این پروژه همچنان مثل پروژه تاپی در حد گفته تا حال باقی مانده همچنان باقی خواهد ماند؟ خب ما اگر تاریخچه این پروژه ها را تحلیل بکنیم، به اعتمادی به وجود می آید به دلیل اینکه در هر پروژه باید سه فاکتور بسیار اساسی تحلیل شود. یکی فاکتور تکنیکی است، یک بخش فاکتور مالی است و یک بخش فاکتور سیاسی است. در شرایط کنونی هم فاکتور سیاسی بسیار گم و پراگنده است، معلوم نیست. فاکتور مالی همچنان معلوم نیست که این پروژه را کی بخش مالیش به دوش میگیره و فاکتور تکنیکی همچنان از طرف ما حداقل از طرف افغان ها روشن است که در رأس کی است. و فکر میکنم این پروژه ها همیشه در گذشته از جمله شما یادآور شدین تاپی و پروژه های دیگر یاد شده، افتتاح شده، اما ما نتونستیم از این بهره برداری بکنیم. دلیل اصلیش این است که یک بینظمی منطقی فوق العاده وجود داره. تمام این کشورهایی که بسیار پتانسیل یا فرصت های بسیار قوی وجود داره و خصوص برای افغانستان نقطه نظر ترانزیت، اما یک برنامه بسیار مشخص و یک برنامه که تمام این کشورها را زنجیری وصل بکنن اقدام نشده و تمام این سه بخش منابعی که باید یا سه بخش فاکتوری که این پروژه ها را میتونه عملی بسازد روشن نیست و مسئولیت ها روشن نیست که کی در کابل کی با چی نو مسئولیت داره. من فکر میکنم که بیشتر این پروژه ها آغاز شده تنها به سبب گفتگو و نمیشه باور کرد که پروژه ها در 3 سال یا 4 سال یا 5 سال آینده حتی آغاز شود. پس آقای سنگدل، با توجه به این بیباوری که شما مطرح می سازید نسبت به این عملی شدن این پروژه ها، وزارت خارجه چرا اعلامیه می دهد و یا هم در گفتگوی که گویا با رئیس اداره امور ازبکستان چنین مطرح ساخته همواره اعلامیه های نشر می شود؟ این اعلامیه ها برای چی است اگر بسترهای عملی این پروژه ها ممکن نیست یا فراهم نیست اکنون؟ خب شاید یک آرزوی ازبکستان باشه یا آرزوی افغانستان باشه، با آرزو با انگلیسی میگن آرزو یا
عملشن میشه فرقش، شاید اونا یک گفتگو کرده باشن، صحبت کرده باشن که ما این عمل کردار رو شروع میکنیم و میخواهیم. ما براتون به یقین کامل میگم تا که یک حکومت قانونا نبه و ازبکستان هیچ وقت این خطر و ریسک نمیگیره که پروژه ها را آغاز بکنند. حالا حکومت قانونمند، حکومت انتخابی یا حکومت یک نظم سیاسی در افغانستان، پس فکر میکنید که حکومت سرپرست کنه امارت اسلامی آرزویش با مردم بانور دستاورد در میان میگذارد؟ خب اما گفتگوهایی که بین کشورها کردن بهش یک گام خوب باشن، نمیتونه که بگویم که منفی است. خوب است هر پروژه های کلان از گفتگوهای کوچک شروع میشه، به شرطی که این پروژه ها تعقیب شود و اشخاص توانمند متخصص در رأس این پروژه ها قرار بگیرد که بتواند دیگر روابط افغانستان را با این کشورها نزدیک بسازند و خلاهایی که در داخل و ساختارهای افغانستان وجود دارد و مدیریت شود، ترمیم شود، تا ما بتونیم با این کشورها اگر نزدیک هم نباشیم نزدیک جمع منافع های منطقی را ایجاد بایم. ما این انتخاب دیگر نداریم. اگر می خواهیم که افغانستان یک کشور باثبات باشه در منطقه ما کار کنیم، ما یک انتخاب اول مویی است که ما بتونیم یک کوپریشن یا همکاری های منطقی را ایجاد بکنیم. بعدا ما میتونیم به سطح کشورهای فراتر از منطقه ایم. برای این که ما همکاری های منطقی را ایجاد بکنیم، شرط اساسیش نظم سیاسی افغانستان است که امروز شما پراگنده است. شما نمیتونید که برین با کشورهای همسایه صحبت بکنید در پروژه های ترانزیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در حالی که هزار پرابلم، مشکلات، چالش ها در داخل کشور بادارید. تا زمانی که الان شما ما قدر امیدوار برای پروژه های متوسط مدت و دراز مدت نیستم، به هر حال گفتگاه خوب است میشه که دریچه را برای آینده باز بکنند. برمیگردم به شما آقای فقیری. آقای سنگدل گفتند که برای تطبیق پروژه های نظیر خط آهن که به پشاور از مصر افغانستان می گذرد همکاری های منطقه‌ای نیاز است. فکر می کنید که امارت اسلامی ظرفیت ایجاد همکاری های منطقه‌ای را با توجه به مشکلات سیاسی که خودش دارد دارد که چنین کار را انجام بدهد یا نه؟ ما فکر می کنم در این مقطع زمان زمینه خوبی برای افغانستان در کل مسائل گردیده. با در نظر داشت اختلافات بسیار شدید و جنگهایی که ما در شرق اروپا داریم، یک نوع تحولات کلان سیاسی ما در جهان میبینیم، فکر بکنم افغانستان بهترین فرصت در امروز داره، چون که از لحاظ جیوپولیتیک موقف جغرافیایی ما و شما برای ایجاد این راه های ترانزیتی که پیشتر جناب استاد یاد کردند، خب زمینه بسیار خوب مسائل است. ای که امارات اسلامی میتوند از عهده از این بیروشند یا بیرونشند نکته هم همینجا ساقای فقیری، یکی فرصت های است که افغانستان آن را دارد و یک فرصت های است که حکومت هایی که اینجا حاکم است می داشته باشند. اکنون فرصت هایی که در اختیار امارات اسلامی است چقدر است؟ آیا می تواند همکاری های منطقه‌ای را ایجاد بکند و همچنان برای تطبیق این پروژه که شما گفتید که نزدیک به 5 میلیارد دلار نیاز است، آیا این پول را می تواند فراهم بسازد؟ اگر می تواند از کجا؟ من فکر میکنم که امارات اسلامی توانمندی ایجاد این زمینه را دارند. خب با توجه به همین جو سیاسی؟ از رای سیاسی این زمینه را امکان داره بتوانند مساعد بسازند. اگر در عرصه سیاست خارجی خود افغانستان را به صفت یک کشور کاملا بیطرف که هیچ نوع تهدیدی به هیچ کشور نباشه، اثر هیچ کشور باید بالای افغانستان نباشه، کاملا باید یک کشور خودمختار و مستقل افغانستان باشه و تمام گروه های سیاسی در داخل افغانستان دیگه مبارزات سیاسی کنند، نه که مبارزات نظامی. یعنی چنین امنیت را باید طالبان بتونن در افغانستان ایجاد کنند و خودشان در پشت پرده میتونن بگن واضح زمینه را برای مردم و برای فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مردم افغانستان مساعد بسازن. جهان متوجه از این موضوع میشه. اگر طالبان از یک مسیر کاملا بتونن بگن یک دریچه باریکی از سیاست هایی که منشأ بگیره از کشورهای بسیار محدودی، از بلوک ها، از سازمان ها، نظام ها، چی میگم هر نام که برش میگذارین، جهان زود متوجه میشه این مسئله را. پس اختلافات میخیزه. در فدراتیف روسیه همین لحظه که ما اینجا میبینیم رسانه ها و میدیا را مشاهده میکنیم، باز هم میگم دو گروه وجود داره سیاسیون. یک گروه سیاسیون میگن بله، یک نیروی کاملا مستقل، خودمختار، توانمند سر قدرت آمده. بله. ولی یک گروه دیگه میگه نه، ما هنوز نشناخته مینا را. شما مطمئن باشید که چنین دیدگاهی در کشورهای همسایه هست.
در اکثر کشورها هست. ولی آقای فقیری، آقای سنگدل، از عوامل دیگر عدم تطبیق چنین پروژه های کلان را نبود یک دولت قانونمند در افغانستان میداند. حالا که این حکومت به رسمیت شناخته نشده و شما همین دستور یا فرمان اخیر ملاح هیبت الله اخوندزاده رهبر امارت اسلامی را دید که حتی قانون‌ها را ملغا اعلام کرد، گفت که شریعت باید تطبیق شود. حالا این که این دولت چقدر قانونمند خواهد شد در آینده بحث آینده است، و یا هم این امارت معتقد به قانونمندی دولت است و یا هم نه، این از جمله چالش‌ها بودن میتواند یا نه با توجه به همین وضعیت همچنان امارت اسلامی ظرفیت همکاری یا ایجاد همکاری‌های منطقه‌ای را دارد؟ خب من فکر میکنم که مسئله قانونمند بودن و قانونمند نبودن این حکومت خب این ارتباط میگیره بیشتر به مردم افغانستان. اگر امارات اسلامی بتونه رضایت مردم افغانستان را در همین شکل خود کسب کنند، یک نوع شوراها، جرگه ها، انتخابات، حضور مردم به شکل گسترده، خب این زمان بر است بدون شکل. میکانیزم نیاز داره. میکانیزم های همین از شما فکر کنین که به چی میکانیزم میتونن امارات اسلامی انتخابات را براندازن؟ چی زمانت انتخابات را میکنن؟ کیها اشتراک میکنن؟ آقای سنگدل، در حد 30 ثانیه، آیا این گفتگوها در نهایت میتواند که تغییر در وضعیت ایجاد بکند؟ نه خیر، امیدوار کننده نیست، به دلیل اینکه نظم جهان سیاسی مجبور است شما را میزه که یک حکومت در داخل قانونمند باشه که مطابق به این فاکتور شما بتونید روابط با جهان مثلا روید. هیچ کشور خطر به خود نمیگیره که با کشور این قرارداد امضا کنه که این کشور به انزوا است. امروز متاسفانه افغانستان در انزوای جهانی است. برای اینکه از انزوای جهانی خلاص شویم و با ما تفکر بکنیم، حکم میکنه سیاست که در داخل باید ما پراکندگی ها رو منسجم بسازیم تا اعتماد ملی، منطقه‌ای و جهانی رو کسب بکنیم. ممنون. بعدا بریم به طرف پروژه های کلان در ایران، فکر میکنم نتیجه نمیده. سپاس از شما دکتر جاوید سنگدل، آگاه سیاسی، سعید عظیم فقیری، استاد دانشگاه و بیننده های عزیز. رسیدیم با پایان محور امشب. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و به امید آینده بهتر.